سلام، به برنامه با تایوان شما را خوش آمدید میگیم. به برنامه با تایوان امروز در رابطه با عرضه خدمات سی در سطح افغانستان بس میکنه. بس امروز ما ای است که چگونه ما میتونیم عرضه خدمات سی در افغانستان نهادی نبسازیم و عرضه خدمات سی در افغانستان در چی حد است. ما میبینیم که مشکلات عدیدی در بخش های مختلف وجود داره. یکی از بخش ها بخش صحت است که بدون شک مردم ما در قسمت ناراض است و کامی و کاسی ها وجود داشته. عرضه خدمات سی در سطح افغانستان به کدام حد از این برنامه بس خواد کردیم با دیدن یک وقفه. افغانستان کشوری است که در درجه بندی های سازمان ملل متحد در قطار کشورهای رو به انکشاف در صف کشورهای کمترین انکشاف یافته قرار دارد. وزارت صحت کشور دارای بیشتر از 24,000 پرسنل صحی و خدماتی را دارا می باشد و این افراد در سراسر خاک افغانستان فعالیت دارد. وزارت صحت سالانه مصارف زیاد را غرض تعلیم و تربیه، جلوگیری از امراض مختلف و تداوی به خرج می دهد. ولی این منابع مالی و بشری پسنده نیست و ضرورت به منابع مالی و انسانی بیشتر است. بهبود و گسترش خدمات صحی موجود، افزایش و بهبود منابع بشری و تمویل خدمات صحی این سه رکن اساسی می باشد. مجموع برنامه عرضه خدمات صحی اساسی که شامل تغذیه عمومی، صحت روانی و خدمات معلولیت و توانبخشی می شود، کاهش امراض ساری و تامین معافیت کتلوی نوزادان، گسترش خدمات صحی شفاخانه‌ای، بهبود وضعیت تغذیه مردم افغانستان، تولید و در دسترس قرار دادن ادویه با کیفیت و استفاده از آن، بهبود مدیریت و رهبری در سطح وزارت صحت عامه، توسعه برنامه‌های آموزشی تخصصی، حمایت و ترویج صحت محیطی از قبیل آب آشامیدنی صحی، امن بودن مواد غذایی، کاهش آلودگی هوا، سیستم دفع زباله و بهبود وضعیت فاضلاب در سراسر کشور، حمایت از مقررات و استانداردسازی بخش خصوصی خدمات صحی. خدمات صحی شفاخانه های ولایات باید به استانداردهای معیاری عیار گردد. با ویژه برنامه با تایوان شما را خوش آمدید میگیم. موضوع بحث امروزی ما چون چی در شروع برنامه به شما اعلان کردیم، موضوع در رابطه با عرضه خدمات سی در سطح افغانستان است. خصوصا در اواخر میبینیم که وزارت صحت عامه با همکاری دونرایی که وزارت صحت عامه همکار است در بخش عرضه خدمات سی پیشرفت‌هایی با وجود آمده، همچنان در پلوز انتقادات هم وجود داره. خواستیم در برنامه صحبت‌هایی داشته باشیم که خوشبختانه مهمان امروز برنامه با تایوان جناب دکتر سید فدا محمد پیکان و معین عرضه خدمات سی وزارت صحت عامه با ما هستند. خوش آمدید میورس. جناب معین، سوال از این شروع کنیم که می‌بینیم که اگر بیم یک چشم‌انداز داشته باشیم در قسمت خود وزارت صحت عامه که عرضه خدمات سی در سطح افغانستان اگر بحث کنیم تا چی حد مردم به نظر شما که شما یک فرد دوم وزارت صحت هستین در بخش عرضه خدمات صحی بدون شک پیشرفت های وجود داشته و در پلیز کمی کاسه وجود داره، اگر شما در این قسمت یک روشنی پردین که مردم به نظر شما چقدر راضی است از عرضه خدمات سی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر بسیار زیاد از شما و از همه همکاران محترم تلویزیون نگاه که همیشه یک همکار بسیار خوب وزارت صحت عامه است در عرصه رسانیدن پیام های وزارت صحت عامه بر مردم افغانستان. همانطور که شما می فهمین وزارت صحت عامه یک وزارت عرضه کننده خدمات است، با خصوص و هم صحت، که همیشه مردم قسمان راضی و قسمان انتقاد و قسمان گپایی هم داره. وزارت صحت عامه واقعا اگر ما را مقایسه کنیم از لحاظ مرگ و میر نسبت به سالهای 2001 حدودا 16 سال قبل تا امروز، مرگ و میر خانم ها، مرگ و میر اطفال در کدام سویه بود که امروز در کدام سویه رسیده، این به شکل سرسام‌آور و قابل دقت تغییرات به وجود آمده. اما با وجود همی تلاش ها هم هنوز هم امروز باز هم همی مرگ و میر خانم ها را و یا خانم که ناشی از حمل و ناشی از زمان ولادت به اصطلاح اینا فوت میکنن و همچنان اطفال، این اگر با سایر کشورها مقایسه کنیم، هنوز افغانستان چالش های بسیار زیادی را داره که بدبختانه هنوز در هر نیم ساعت یک خانم از ناشی از ولادت و اختلالات ولادی جان خود را از دست میده. تا فعلا حدود 2500 مرکز صحی در افغانستان در سطح کشور ما داریم که عرضه خدمات میکنه. این مراکز ما
مراکز مختلف است، از یک مرکز صحی فرعی تا مرکز صحی اساسی تا مرکز صحی جامعه تا شفاخانه ولسوالی، شفاخانه ولایتی و بالاخره شفاخانه های ثالثی و تخصصی به اصطلاح که در سطح مرکز بیشتر نشان است. این مسائل است. مسائل دیگه هم البته در بخش وقایوی است، به طور مثال این بخش های معالجه است. به بخش های وقایوی مثلا ما در بخش تغذی هنوز کارای را کردیم ولی مشکلات هنوز وجود داره. به طور مثال از هر 4 طفل 1 طفل هنوز هم در سوی تغذی مصاب است. مثلا از هر 10 طفل 4 طفل هنوز هم نتونسته که امو نشونمای کامل خود را داشته باشند. یا به مشکل در بخش صحت روانی ما هنوز مشکل داریم. به طور مثال گرچند این سروی را که ما برای انداختیم هنوز تکمیل نشده، انشالله در سال آینده تکمیل خواهد شد، نتیجه اعلان خواهد شد، ولی سروی های قبلی نشان میده که حدود 70% مردها یکی از اختلالات روانی را با خود داره. کارهایی را که به طور مثال ما در بخش وقایوی در بخش تغذی کردیم، ما حدود 400 مشاور تغذی را در سطح مراکزی به تا هم آموزش دادیم و هم استخدام کردیم تا اینا به شکل وسیع برای مردم و برای نیازمندا در مورد تغذی برای مردم کار کنن، آگاهی بتن، برای از اونا راه های تغذی را نشان بده که در سطح قریه و قصبات او غذاها وجود داره ولی مردم فرهنگ استفاده از اینا نمی‌فهمن. به می شکل در قسمت صحت روانی که به طور مثال در سال 2006 1 متخصص روانی داشتیم، امروز خوشبختانه 100 متخصص روانی داریم. یا به طور مثال در 2006 1 مشاور روانی نداشتیم، امروز 400 مشاور روانی داریم که اینا اکثریت از اینا استخدام شدن که با مردم کار کنن. چرا شما میفهمین سوالی که امسال در بخش صحت روانی گذشت تجلیل به اصطلاح صورت گرفت و در اونجا می بود که فقط 1 دقیقه با همو کسایی که درد دل داره گوش کنین. این به این معناست که همی کسایی که فعلا تکلیف مشکلات اختلالات روانی را دارن فقط همی را میخوان که یک کس برش 1 دقیقه صحبت کنه، گپ بزنه. البته که به این شکل ما در بخش عرضه خدمات صحی ما سیستم های مختلف داریم. به طور مثال همین سیستم بستی عرضه خدمات صحی یا بی پی اچ اس میگیم، یا بستی عرضه خدمات شفاخانه میگیم یا ای پی اچ اس، اینا اکثریتش به استثنای 3 ولایت که ولایت پروان و کاپیسا و پنجشیر است که از طرف خود حکومت به اصطلاح تطبیق میشه، بقیه 31 ولایت در ولایت های مختلف مؤسسات مختلف را تطبیق میکنن. ولی چالش های هم در فرارای ساعت وجود داره. جناب مهندس، ما هم سر چالش ها صحبت میکنیم. چالش ها ما ببینیم که در هر بخشی که کشوری که با حالت گذار باشه، کشوری که عملا جنگ دیگه کشور جریان داره، مشکلات حدیدی در بخش های مختلف اجتماعی وجود داره. از اون مشکلات میتونیم در بخش ساعت هم بخش بس کنیم و چالش ما میبینیم که چالش هایی که در بخش وزارت ساعت است ان شاء الله بس خود کردیم. میم صحبت دیگه میکنیم در قسمت از این که ارزی خدماتی که دست افغانستان صورت میگیره در دو بخش صورت میگیره. بخش اول ارزی خدمات سکتور خصوصی هست، بخش دوم سکتور دولتی هست. اینجا میایم صحبت میکنیم که سکتور خصوصی به نظر شما چقدر توانسته نیازمندی های مردم ما شما را در بخش ساعت رفع کنه؟ یک. و بخش سکتور دولتی که ارزی خدمات برای مردم ما میکنه در بخش صحت، این تا چی حد توانسته مشکلات مردم رفع کنه؟ اگر شما در این قسمت این اگر ما ببینیم یک مقایسه بحث کنیم. بله دقیقا در سایر کشورها یا در تمام کشورها تجربه نشان داده که ارزی خدمات صحی تنها حکومت یا تنها ارزی خدمات عامه کافی نیست برای مردم افغانستان و جوابگو هم نیست. به خاطر همین در سایر کشورها به سطوح مختلف سکتور خصوصی رشد کرده که خوشبختانه حکومت افغانستان هم یکی از کشورهایی است که یکی حکوماتی است که به اصطلاح دقیقاً سکتور خصوصی را حمایت کرده در بخش‌های مختلف. البته در بخش صحت هم تا امروز که من برای شما صحبت می کنم حدود 400 مراکز مختلف، شفاخانه خصوصی، شفاخانه عامه، مراکز تشخیصیه یا مراکز رادیولوژی یا کلینیک های
به اصطلاح سراپا که ماینا سراپا انجام میتن، این رشد کرده و ثبت و راجستر وزارت صنعت عامه شده که یقینا بخش کلانی از ارزی خدمات را اونا برای مردم ارزه میکنه و مراجعین مراجعه میکنه. سروی که صورت گرفته نشان میده که هنوز حدود 70% مردم ما از جیب پرداخت میکنه، اما در قسمت صحتش وقتی که پول میته به طور مثال یک تعداد میره از دواخانه مستقیم دوا میگیره، یک تعداد میره در ماینخانه مراجعه میکنه، یک تعداد شفاخانه شخصی مراجعه میکنه، این 70% پول پرداخت میکنه. چرا این فیصدی پول بلند است؟ به خاطر از اینکه ارزی خدمات ما مفت است، رایگان است و میخاطر است. ولی از لحاظ مراجع مریضا اگر اینه در بخش سکتور دولتی شما میگید؟ سکتور خصوصی. خصوصی. سکتور خصوصی به این معناست که هنوز مردم 70% از جیب خود برای ساعت خود پل پرداخت میکنن. این چطور ایره شما مقایسه کردین که 70% اگر ما شما ایره بگیریم ریسرچ کنیم، یک نفر که یک شفاخانه مراجعه میکنه بله. از شروعش پول میپردازه تا آخره که از شفاخانه میبره. بله. این 30% دیگه ایش در کدوم بخش هست که نمیکنن؟ این طور است که شما میفهمین که تمام ارزی خدمات سی در کشور رایگان است. اینا به این معناست که به طور مثال ما چی در بخش دولتی چی بخش خصوصی به طور مثال ما شما دو نفر بیشتر در خصوصی رفتیم خود، مثلا دندان ما درد کرده بیشتر پول پرداختیم در برابرش، مثلا معاینه کردیم در برابرش پول پرداختیم، و در این حال در شفاخانه خصوصی دولتی که مراجعه کردیم اونجا رایگان است، چون پول پرداخت نشه. دلایل زیادی وجود داره که مردم در سکتور خصوصی به اصطلاح مراجعه بکنه. یکی از دلایلش خدمات ارزی خدمات سی در وزارت در بخش عامه رایگان است، کیفیت خدمات طبیعی است که در هر جای دنیا همی است که سکتور خصوصی اینا به این معنی کیفیتش خوبتر است. چرا؟ اما از لحاظ به اصطلاح اما دیکور دیزاینی که شده، از لحاظ سهولت هایی که در شفاخانه وجود داره در اونجا زیاد است، یک تعداد از اینا مراجعه کرده. و در این حال اینا فراموش نکنیم که شفاخانه های دولتی ما چی در سطح ولایت و چی در سطح ولسوالی و چی در سطح مرکز همیشه 95% بسترهای شفاخانه پر بودن. اینه به این معنی است که مردم فوق العاده در این مراکز مراجعه کردن. اما چرا اینا بیشتر مثلا در ولسوالی ها هستن، بیشتر در ولایت رجوع میکنن، چرا از ولایت ها بیشتر در مرکز رجوع میکنن؟ دلایلی است که سازمان سی جهان به اصطلاح توصیه میکنه که در کشورهای مانند افغانستان در هر 1000 نفر یک بستر باید وجود داشته باشن. به این معنی است که ما افغانستان اگر 30 میلیون نفوس داشته باشن، ما باید 30,000 بستر در سطح کشور داشته باشیم که تا همین نیازمندی ها را رفع کنه، تا مردم بتونه که بسیار آسان در اونجا بره در شفاخانه ها بستر شوه. اما هنوز وزارت صحت عامه در سطح کشور حدود 8,500 بستر داره. به این معنی که 21,500 بستر دیگه هم ضرورت است که تا ما بتانیم اما شرایط سازمان سی جهان که در افغانستان و سایر کشورها پیش بینی کردن باید او برسیم. چرا ما خدمات ضعیف است؟ به خاطر دمو خود که عرض میشه، به خاطر از اینکه مثلا در یک شفاخانه که در اونجا در یک بستر به طور مثال اگر بتونم در ساعت طفل شما در یک بستر حتی 4 مریض ما داریم. خیلی 2 مریض خوب نرمال است که ما داشته باشیم برای اطفال. و این معنی است که جای وجود نداره. یک بستر وقتی که دیده شده، مصارف یک بستر در کشورهای پاکستان یا هندوستان وقتی که مقایسه شده حدود $40 مصرف میتونه داشته باشه در 24 ساعت. افغانستان $11 تنها مصرف داره. این به این معنی که تقریبا 1/3 مصارف از او 1/4 مصارف افغانستان میته افغانستان. این مقایسه جناب مهین صاحب در بخش سکتور خصوصی نه در همسایه شده یا عامه؟ در عامه است. بله این در بخش عامه است. این مسائل است که مردم به اصطلاح گاهی اوقات در شفاخانه ها مراجعه میکنن به ذات. اما یک بخش دیگی هم وجود داره که باید اخلاق طبابت باید حاکم باشه در جامعه ما. متاسفانه گاهی اوقات در شفاخانه ها هموطنهای ما وقتی که مراجعه میکنن باید برخورد درست صورت نمیگیره با مراجعین. معمولا یک قسمت نارضایتی از اونا همی است که وقتی که میره میگه چرا؟ یک علت کلانش همی است که این تشکیل شفاخانه های فعلی برای مردم کفایت نمیکنه. به طور مثال یک دکتر اگر ای باید مثلا 30 مریض ببینه، ولی یک دکتر 120 مریض رو پیدی میکنه.
یک دکتر، یک نرس باید برای 5 مریض رسیدگی بکنه، برای 30 مریض رسیدگی میکنه. به این معنی است که بار کار به حد سر زیاد است. اگر ما تشکیل اضافه کنیم، چون پول ضرورت داره، مجبور هستیم چون پول باشه که ما با تشکیل اضافه کنیم. یا به طور مثال در شفاخانه های دیگه دنیا وقتی که میرین شما، اونجا شفت کال است. به طور مثال 3 شفت است یا 2 شفت است که حداقل یک نفر 8 ساعت کار میکنه، که 8 ساعت بعدی دیگه نفر می بسیار راحت در فکر آرام کار میکنه. اما در افغانستان اونطور نیست. در شفاخانه های ما نوکری والی حدود اگر بگم 36 ساعت کار میکنه. چرا؟ 8 بجه امروز وقتی که کار شروع میکنه تا 8 بجه فردا را نوکری والی را تسلیم میکنه، اما رسمیات خود اجازه میده ادامه میده تا ساعت 4 فردایش. شما فکر کنین که بار مریض هم با او حد زیاد باشه، کارمند صحی هم کم باشه و این 36 ساعت هم کار بکنه. طبیعی است که 3 بجه شب یا 2 بجه شب وقتی که مریض دیگه مراجعه میکنه، این دیگه هیچ توان از این را نمیداشته باشه با مریض برخوردش در هم باشه خدمات ارزه کنه. یکی از بخش های نارضایتی های مردم ما امی است. برای ازی تلاش های زیاد وجود داره، خصوصا در امی سال ما 2-3 میکانیزم به اصطلاح پیش بین شدیم که برای ازی ما باید راهکارهایی را پیدا کنیم که از این حالت براییم. یکی از راهکارهایی که بتانه که سیستم تقویه کنه، اگر ما بتانیم که این بخش خدمات ثانوی و خدمات ثالثی را از رایگان بکشیم به یک پرداخت فیس تبدیل کنیم، تا بتانه شفاخانه ها از خود عواید پیدا کنه که هم او پاک و منظم باشه و هم بتانه که یک تعداد کارمندان اضافی را معاش بتن و تشکیل بیارن، معاش بتن که بر مردم عرضی خدمات بکنه. در غیر از او به شکل سرسام‌آور همین مردم پس دوباره خارج میرن و نمیتونن که راضی باشن و بالاخره کش میگن ترجیح میدن که خارج برن تداوی کنن، در حالی که عمو تداوی های خارج که میشه شاید 70% از اونا داخل افغانستان داخل کشور شوه. یک رای دیگه را ما گفتیم، ما پیش بین شدیم که او هم کارش جریان داره، مسائل تصدی سازی است. اگر ما بتانیم یک چند شفاخانه را به شکل تصدی پیش بریم که خودش خود کفا شود، خودش عواید کنه، خودش برابر با مصرف به مصرف به اصطلاح بکنه که اینا بتونه که در پای خودشان استاد شود. اینا راههای راهکارهایی هست که باید ما سر ازی کار کنیم و خوشبختانه ای هم برای حمایت ازی اعضای محترم پارلمان از این حمایت کردن و همچنان سیاسیون از این حمایت کردن، حکومت در کل اعضای محترم کابینه شورای وزیران در حمایت ازی است و انشاءالله اگر بتانیم در سال جدید مالی که سال 1397 اگه این ما به شکل امتحانی شروع کنیم و بالاخره در این کار موفق شدیم. جناب سپاس، نکته دیگر رو میخواییم بس کنیم نیست که میبینیم هرزی خدمات سی را در سطح مرکز، مثال در شهرهای بزرگ و در پولیش میریم، هرزی خدمات سی را میخواییم در ولایات ببینیم، ولایت هایی که گفتی یکان تا درجه 2 درجه 3 هست، ولایت هایی که دور دسته است مثل بدخشان، مثل دایکندی و امثال از این ولایت هایی است که درجه 2 درجه 3 است، درجه 3 است و همچنان در اونجا عرض خدمات سی آنچنانی که مردم میخواهند، اونجا مشکلات وجود داره و در پولویش میگن که مردم، بعضی از مردم شکایت از این دارن که در اونجا کارمندای سی یا متخصصین بخش وجود نداره. بله. میایم صحبت میکنیم که چرا یک تدابیر صورت نگرفته که بتانیم همی عرض خدمات سی که در کابل، مثال شما مثال دادین شفاخانه سطح فندراگوندی که از تمام ولایات میاد این شفاخانه عرض خدمات میشه و این تفلکات اینجا تداوی میشه. اگر بتونین یک مکانیزم درست را ما و شما روی دست بگیرین، وزارت صحت روی دست بگیره، رو ببرن در ولایت هایی که کلانتر است، مثال بره. مثل اگر بگیم حساب کنیم بر قندهار، جلال اینجا تو یک شفاخانه بزرگ شروع شود که مریضا تقسیمات شود و ایرشه که در کابل وجود داره هم مشکل رفع شود، تا مردم هم برش یک عرضه خدمات سی به صورت اساسی صورت بگیره، در پولش یک سهولت برای مردم ما شما ایجاد شود در قسمت عرضه خدمات سی. بله. تو تدابیر صورت گرفته یا تبال صورت اگر ما شما اینو مقایسه کنیم، ولایاتی که دور دست است متاسفانه مشکلات وجود داشته، مگر در شهرهای بزرگ مشکلات سی ما میبینیم که تا حد برطرف شده. دوم از کارهایی بوده که مثال وزارت صحت ها کسایی که در رأسش است خود شما وزیر صحیح صحت اینجا بیشتر تلاش کردین، این از چشم مردم پنهان نیست و مردم هم در این قسمت چشم بینا دارن، میبینن که عرضه خدمات خوب شده. وقتی ما خودم من ایس کارمند دیگه باش صحت هستم، میبینیم که شما در بخش های مختلف تلاش خودانه میکنین تا بتونیم عرضه خدمات سی آنچنی که در دست ما هست بتونیم اون را برای مردم خود فراهم بسازیم. میبینیم این قسمت بس میکنیم، چی تدابیر شما در داوال در دست گرفتین که دیگه کشورها را که ما بگیریم
چی کنیم یک مقایسه کنیم کشورهای دیگه که ارزی خدمات میشه رشد در شهرهای بزرگ نیست، در ولایت هم ارزی خدمات سی تقریبا مساوی است، یا اگر مساوی نیست تا حد در با یک توازن برخ هستند که میتونن ارزی خدمات او نقاط دوردست شوا با نقاطی که در کابل از اونجا رشد صورت نمیگیره که شما اشاره داشتین در قسمت دکترها و کارمندای صحیح که در کابل یا در شهرهای دیگه رشد بیشتر است. تشکر. واقعا همونطوری که شما از ولایت های بخصوص مثل بدخشان نام بردین، ما داریم ولایت های داریم که باید اونجا یک متخصص گوش و گلو داشته باشن، مثلا متخصص چشم داشته باشن که مردم از یک چشم دردی عادی در مثلا مراجعه نکنند در ولایت دیگه، از یک گوش دردی عادی یا تکلیف بینی در ولایت دیگه مراجعه نکنند. ما در سال 1397 پلان کردیم که تمام شفاخانه های ولایتی ما که در اونجا متخصصین مربوط وجود نداره باید تشکیل بیاریم. سر تشکیل کار شده و این تشکیل پیشنهاد میشه برای رئیس جمهور. چیزی که بستر در سطح کشور کم بوده است، ما تلاش کردیم که باید بستر اضافه کنیم. این چندین بار امیر بدخشان اگه گفتین مسئله بدخشان به خصوص در جلسه شورای وزیران هم بحث شد. ما قرار است که در سال 1397 1000 بستر را اضافه کنیم، یعنی ما نمیتونیم که یک بارگی در 30000 بستر برسیم. در پولیج از کارمندان را اضافه کنیم؟ بله، هم تشکیل را و هم 1000 بستر را در سطح کشور با مقایسه نظر به تعداد مراجعین، نظر به تعداد مریضا، نظر به پر بودن بستر، نظر به ضرورت و معیارات که وجود داره که این 1000 بستر را به شکل عادلانه در چه در سطح زون و چه در سطح ولایات باید ما تقسیم کنیم و می شکل تشکیل را هم در اونجا اضافه کنیم که این تلاش وجود داره، احتمال زیاد میره که انشاءالله در این موفق شویم. و یک مسئله است، مسئله دیگه مسائل یک میکانیزم بسیار درسته که ما بتانیم که این متخصصین را سویه تحصیلیش بلند ببریم، این تجربهش بلند ببریم. اینا چی کار شد برای ازی؟ ما برای ازی یک مقدار پول بخصوص را این سال در بودجه سال 97 تخصیص دادیم تا کارمندای سی را در بخشای فوق تخصص در یا در پاکستان یا در هندوستان یا در کشور ایران روان کنیم که اینا برن در اونجا به اصطلاح ما در بخش فوق تخصص چی ضرورت کشور ما چی است. مثلا به طور مثال ضرورت کشور ما بیشتر در بخش قلبی وایی است، بیشتر در بخش نیروسرجری است، بیشتر در بخش یورولوژی است، یا ممکن در بخش سرطان ها باشن. این تو چیزها رو ما تشخیص میدیم و لستش گرفته شده، تمام اولویت ها در اونجا گرفته شده و از همه اولویت ها باز هم اما چند اولویت های مهم را از او بیرون میکنیم و دکترای جوانی که در تشکیل ما هست اینا رو روان میکنیم در بیرون از کشور تا پا اونا در اونجا آموزش ببینن، دوباره پس بیان برای کشور زمینه را برش مساعد کنیم که تا اینا کار بکنن. یک بخش بود که ایام میتونه که به اصطلاح بار از این به اصطلاح ورود مریضا را از ولایت های کم کنه. این برنامه ما تنها کابل نیست، در این برنامه ها دکترای جوان لایق ترین دکترها از نظر جغرافیایی به طور مثال ما ولایت های داریم که زمستان ها مکمل رایش مسدود است، ما مجبور در اونجا باید متخصصین روان کنیم که نظامی برش مردم ارزی خدمات بکنن، هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ تعداد مریضایی که مراجعه میکنن و به شکل اونا را به خارج روان کنیم و پس دوباره اونا و یک دستاورد بسیار کلان بر بگرده و بتانه که برای مردمش از این خدمات میکنن. چیز دیگه که میخواییم بس کنیم که دغدغه تمام مردم ما شماست، شاید این وقتها همه یک زمزمه بین مردم شده که میگه که در قانون اساسی افغانستان عرضه خدمات سی برای تمام مردم افغانستان رایگان است. مگم یک دغدغه است بین مردم ما، شاید در بین هم یک رقم صحبت ها شده باشه که هوا هست جریان داره که اگر این عرضه خدمات سی به صورت پول شود این مردم غریب چی بکنن. این اگر شما برای مردم یک کمی وضاحت بتین که چی پروسیجر سر دست است، یا شما من حس یک کسی که فرد اول هستید بخش عرضه خدمات سی خصوصا در وزارت صحت، کدام پالیسی خوبه یا میکنید درست در نظر گرفتین که مردم امی دغدغه ایشان دور شود؟ این بسیار تماس ها هست با ما تماس دارن و یک دغدغه از بین مردم ما خصوصا. اگر اینجا شما اشاره کنین که
چی یک میکانیزم است تا که کسایی که غریب است یا کسایی که مشکلات داره، ما شما میبینیم جامعه ما جامعه فقیر است و افغانستان از جمله کشورهایی است که ما شما میبینیم که در کل بخش ها مشکلات وجود داره، خصوصا در بخش صد. اگر یک بستر یک نفر بره بستر شود در یک شبخانه شخصی شاید پول داشته باشه 1000 افغانی شبانه برای دو 24 ساعت پرداخت کنه، مگر در شبخانه دولتی به صورت رایگان میره بستر اشغال میکنه و تداوی برش صورت میگیره. اینجا برای مردم یک نگرانی وجود داشته. نه، از اون طرف هیچ مردم ما نگران نباشند، به خاطر از اینکه تمام خدمات ابتدایی که برای مردم صورت میگیره او به شکل رایگان باقی خواهد ماند. به طور مثال در بخش واکسین، در بخش ولادت ها، در بخش تغذی، در کل در بخش های ابتدایی که مراجعه میکنن، این بخش ها کلن به شکل رایگان پیش از اینا باقی خواهد ماند. این یک مسئله. دوم مسئله، در بخش ثانوی و ثالثی وقتی که ضرورت میشه اگر اینا تشخیص شوند که واقعا اینا فقیر است و توانمندی زیر نداره، برای اینا در نظر گرفته شده که باید به شکل رایگان برای اینا خدمات عرضه شوند. اما یک تعداد مردم ما بخوایم نخواهیم اینطور است که اگر جامعه ما فقیر است و یک تعدادش نامخدا در امکاناتش خوب است، اما میخواه به طور مثال یک 5000 افغانی خود در شفاخانه پرداخت بکنه ولی نمیخواه که در بیرون 30000 پرداخت بکنه. ما اگر بتانیم قانون برای ما اجازه بده که 5000 امیر بگیریم که امیر 5000 بتانه که هم ارزی خدمات برای خودش شوه و همه می 5000 دیگه برای 5 تا غریب دیگه هم کمک شوه، ما مطمئن هستیم که ایره مردم افغانستان حاضر است کی کار کرد ما بکنه. اما فعلا در شفاخانه وقتی که مراجعه میکنه ما چون قانون اجازه نمیده ما نمیتونیم پول بگیریم، وقتی که پول گرفتن نمیتونیم ارزی خدمات بهتر هم برش کردن نمیتونیم. اینا وقتی که ارقام دیده شد در سال 2016 به این معنی حدود 300 میلیون دلار افغانا رفتن در بیرون پرداخت کردن در ایران و در هندوستان و در پاکستان، این ارقامی که وجود داره، این چقدره که بدون ارقام هنوز وجود نداره که اینا رفتن، این خود شاید از اینکه بیشتر باشه. اینا به این معنی که 300 میلیون دلار بیرون پرداخت میکنن، اما 300 میلیون دلار کسایی که بیرون پرداخت میکنن، من مطمئن هستم که امور میتونه 100 میلیون شده داخل هم پرداخت کنه. اگر کل شفاخانه ما 100 میلیون 50 میلیون اواید از زیر از این مردم پس دوباره برای شفاخانه، شما ببینید شفاخانه چه تغییرات میاد. اینجا شما جناب این سب تغییر تو یک تدابیر گرفتین که چی رقم تغییر. مثلا اگر بریم در بخش سکتور خصوصی صحبت کنیم که شما صحبت های داشتین در قسمت سکتور خصوصی، اگر ما شفاخانه هایی که در سطح افغانستان فعالیت میکنه که مقایسه کنین، تقریبا شفاخانه با یک لیول ساخته شده. تو شفاخانه این است که ارزی خدماتش تو لیول های مختلف داشته باشه، مثلا بتونه یک شفاخانه ایجاب میشه که شفاخانه بسیار استاندارد باشه که مریض ما که بیشتر شما اشاره کردید یک نفر میره بسیار پول انگفت میته میره بیرون از افغانستان میره اونجا برای تداوی خود، اما پول یک کمشه که هم پول در افغانستان مصرف شوه هم اقتصاد ما شکوفا شوه، اون پول کمشه دیگه مصرف کنه و مشکلش رفع شوه. مثلا در بخش قلبی، در بخش های مختلف دیگه میشه که اگر شما اشاره داشته باشید این قسمت که تداوی لازم صورت گرفته در این قسمت که ما بتونیم خوبتر و بهتر برای مردم خود ارزی خدمات صحی کنیم، خصوصا در بخش سکتور خصوصی. مثال یک شفاخانه بسیار مدرن ایجاد شوه تا مردم ما امسال اگر یک نفر تکت میگیره و میره بیرون از او شاید تک سفر خود اگر در این میره در پاکستان میره دو رقم فونی بیشتر مصرف کنه، اگر بیاید کابل او را با 50000 مصرف کنه بدون شک هم در پولیش اقتصاد ما خوب میشه و اقتصاد نفر هم کسی و وطن ما کس متضرر نمیشه. بله، البته شفاخانه های خصوصی سطوحش مختلف از همونطوری که شما گفتین از در ولایات های مختلف مثلا هرات، مثلا نگرهار، به شکل بلخ، به شکل قندهار، البته شفاخانه های مختلف است. حال امروز ما شفاخانه های خصوصی داریم که پیوند کلیه را انجام میتن، شفاخانه های خصوصی است که پروسیجر قلبی را انجام میتن، اما شفاخانه های خصوصی است که تنها عرضه خدمات ابتدایی را میکنن. وقتی که اینا تشویق شوند، وقتی که اینا مورد حمایت حکومت قرار بگیرند، در این حال کنترل هم شود، در این حال ارزیابی هم شود. این کمک میکنه که ارزی خدمات ثانوی و ثالثی که مردم ما بیشتر در خارج میره، این رفع و قلاده سرش تاثیر بکنه، جلوش بگیره. اینو به این معنی است که ارقام زیادی وجود داره که مثلا پروسیجرهای قلبی در صورت گرفته، اونا نرفتن در خارج. ولی هستن کسایی که او را نمیپذیرن میرن در خارج. او کسا هم از او را جلوش نما و شما گرفته میتونیم. این در کل دنیا هست. مثلا یک هندی میره در اروپا عملیات انجام میده لیکن در هندوستان است، یک پاکستانی میره در کشورهای عربی یا کشور دیگه میرن به اصطلاح
خود عملیات میکنه یا به اصطلاح کارهایی که ضرورت داره برای صحت خود میکنه ولی در داخل کشور خود نمیکنه. البته او این چیزا به خاطر از اینکه این بیشترین یک از قسمت کلانترین پول به هل توریسم مصرف میشه در دنیا که ارقامش بودن 2 بیلیون از در کنم را زیاده میرفته که در سطح دنیای پول در گردش است. در آسیا بیشترین پول را هندوستان از آن خود میکنه. در مثلا در شفاقان اپلو در هندوستان برین حدود 104 کشور او مراجعین داره. او تنها افغانستان افغان ها نیست که اونجا مراجعه میکنه. این خو یک چیز نرمال است در کل کشورها. اما اگر ما بتانیم که این در قسمت فیس اگر ما یک رای حل را پیدا کنیم برزی، البته شما میکانیزم پرسان کردین، بله میکانیزمه که ما بتانیم در اونجا شفافیت بیاییم. ما حدود 3 هفته قبل یک تیم را برای کشور کمبودیا روان کردیم که کمبودیا یکی از کشورهایی است که پس از خشونت ها، پس از جنگ ها ایر تجربه کردن و حالی هم فعلا تجربه وجود دارد در اونجا. او تیم رفتن دیدن پس آمدن این به این مرد برای ما کمک میکنه این دید و بازدید ها. ما چگونه سیستمی را جور کنیم که این سیستم هم کارا باشه، هم شفاف باشه، هم مورد رضایت مردم باشه. چرا امروز مردم شکایت میکنه که حالا فلانی دوار اینا میدوزدن، سبا پیسی خود چطور شکایت نمیکنه که پیسی ما دزدی میشن؟ این خو یک چیز هست که همیشه مردم ما نگران هست. چرا؟ وقتی که شما تا کشورهای خارج میرین اینا انشورنس وجود داره، بیمه صحی وجود داره، اینا قبلا پیسی خود در بیمه صحی پرداختن. وقتی که مریض میشه دیگه نگران نمیشن، وقتی راست میره تا شفاخانه کارت خود نشان میده، از اون بیمه صحی خود به مصرف میرسه تداوی میکنه. از ما اون نیست، از ما هر زمانی که مریض شد دو وقت پول پرداخت، پول به ضرورت میشه. وقتی که مریض شد و که پول ضرورت شد، شما میفهمین حتی برادرش برش پول نمیدن، میگه گمش که میمره برای پول داره چیکنه، مجبور میشه چیزی که قیمتی چیز خود ارزان میفروشه. این به معنی اقتصاد خود ضربه میزنه. دو مسئله، این باید پرداخت کنه پول ده اونجا در شفاخانه. وقتی که شب میره، وقتی که پول مسئلهش مطرح میشه، با جیب خود به پول پرداخت کنه، چون کارت سیستم کارت ده اینجا وجود نداره، سیستم بیمه سی وجود نداره، این مستقیم باید پرداخت کنه. ما در این میکانیزم هایی را ساختیم برای شفافیتی از این که چگونه این سیستم کارا باشه. یک مسئله دیگه هم که زیاد نرمه که البته که همون طوری که گفتیم در مسائل ابتدایی ما رایگان، به طور مثال به شکل عاجل وقت که در شفاخانه میایه او یکی از خدمات ما رایگان میباشه در اونجا. ما در اونجا قایمش نمیگیریم که تو در 3 بجه شب آمدی تو اول پول در بته که باید ما تو را خدمات کنیم، قطعا اون در نیست. ادامه برنامه با طبیبان بعد از یک وقفه کوتاه. ادامه برنامه با طبیبان. نکته دیگر می خواهیم صحبت کنیم، نکته بسیار مهم شما اشاره کرده بود، شما می فرموش شده باشه از پیش من، نکته بود در قسمت بیمه صحی. بله. که بسیار مهم است در دیگر کشورها، کشورهایی که ما میبینیم که در بخش صحت پیش قدم است یا ارزی خدمات خوبتر و بهتر برای مردم خود میکنه. این می سیستم وجود داره، متاسفانه در افغانستان وجود نداره. تا بود اگر وجود هم داره به صورت نمادین است. بله. یک چیز نمادین است. من یک خبر امشب از بی بی سی شنیدم، یا بی بی سی از صدای آمریکا شنیدم، که یکی از ایالت‌های امریکا هست، در اونجا یک تعداد کارمند به خاطر بیمه اونجا قیمت هست، یک تعداد از کارمندا، کارمندای سی دکتر سایبر، یک شفاخانه را به صورت رایگان ایجاد کرده. کسایی که یک از ایالت‌ها است که اونجا غریب است یا به حساب فقیر نشین است، اونجا میخواد ارزی خدمات کنه. یک نکته بسیار مهم است که اینجا اگر ما اشاره کنیم در قسمت بیمه صحی، تدابیر لازمه که وزارت صحت گرفته با دونرها یا با کسایی که در این قسمت میخواد بخواد امیر ما و شما بتونیم نهادینه بسازیم در کشور خود، کدام تدابیر است کی میخواد تا حد را اگر ما بیمه صحی در کشور رایج کنیم به صورت اساسی از این میتونیم تا حد را این مشکلات مردم را با مشکلات وزارت صحت حل کنیم. دقیقاً ما دو کار در این ارتباط کردیم. یک خب مسئله بیمه صحی بود که در این کارهای بسیار زیاد صورت گرفت که از یک طرحش، اساسنامه‌اش، بررسی باید به اصطلاح کار شود، تیم کاری بالای از این کار کردن و امیدوار هستیم که انشاءالله این هم به زودی تصویب شود که بیمه صحی مروج شود. یک مسئله. دو مسئله که بود مسائل خطاهای طبی بود که اکثرا وقتی که مریضای ما یا به اصطلاح پایوازا از یک خطای طبی شکایت میکنن پیش ما میاین، باز ما ایران نوشته میکنیم سر قوانین زی برزی باز یا تفتیش این تاگان چیزا. برزی شورای طبی بسیار لازم بود. وقتی که ما در پاکستان رفتم در یک از شفاخانه‌های خصوصی، باز اونجا بحث شد، بازم رئیس شفاخانه یک پروفسور بود آدم موسن،
باز گفت که ما خود گفت مدیون احسان افغان ها هستم. گفتم چرا؟ گفت من زمان داوود خان گفت ما می شورای طبی را نداشتیم که من میخواستم در یک از فیلوشیپ ها به یک برای تحصیل در امریکا میرفتم، یک از نیازمندی همی بود که باید اسناد ما را امضا میکرد شورای طبی. گفت دو وقت ما یک سیستم نداشتیم. در پرسان گفتیم خب چطور کنیم؟ گفتن افغانستان یک سیستم داره که اگه اونجا بودی اسناد از اونم که امضا کنه اسنادش میچره. گفت رفتم اونم اونجا 3 شب روز در کابل بودم، اسناد خود دادم اونجا به امضا رساندم. ما گفت از به امضای از اونها گفت ما در امریکا رفتیم فیلوشیپ کردیم که امروز ما شفاخانه جور کردیم. اینه به این معناست که یکی از مثلا مسئله مشکل شورای طبی بود که خوشبختانه شورای طبی تشکیل شد و طرحش از کمیته قوانین گذشت و تصویب رسید و این هم یک رای خوبی دیگه هست که برای تقویه سیستم ما کمک میکنه. بسیار نکته مهم شما اشاره کردین. نکته دیگر میخواییم در این برنامه بس کنیم در قسمت ارزی خدماتی در سطح شهرهای بزرگ است که خصوصا ارزی خدماتی دولتی است یا عامه است که دولتی را خدمات میکنه. اگر بیم بس کنیم سر ارزی خدماتی در کابل، در کابل به چی تعداد شفاخانه وجود داره و در این قسمت چه رقم یک پروسیجر است که مریض مراجعه میکنه؟ هر چی که مردم ما بیشتر میفهمه که رش یا بیلبورد در شفاخانه دولتی بیشتر است و ارزی خدماتی صورت میگیره، ما میبینیم که چیزی که شما اشاره کردین تقریبا بسیار بسیار تفاوت بسیار زیاد وجود داره. قسمت بستر مریضا که اگر از نگاه سازمان سی جهان بگوییم بسیار تفاوت است. در اینجا چی تدابیر گرفته شده؟ اگر چی ما گزارش هایی داشتیم از شفاخانه مختلف که بخش های عاجل شفاخانه را که وزیر صحت ابتکار کردن که شما هم در اون جزء از او هستید و شما هم در این قسمت کارهای کردین که کارش ما چشمگیر است و قابل قدر که بخش نخست یا بخش امرجنسی عاجل شفاخانه اکمال شده، بهتر شده و خوبتر شده. در اونجا مریضایی که اگه امرجنسی یا عاجل مراجعه میکنه در اونجا دفعتن برش رسیدگی میشه و مشکلش رفع میشه. اگر بگوییم که در اینجا شما تا بال چی تدابیر دیگه گرفتین در شفاخانه کابل که شفاخانه کابل، شفاخانه که در کابل از اخلاق میگن پایتخت است و بیش از 6 میلیون نفوذ اینجا زندگی میکنه. یکی از مشکلات که شما گفتین مشکلات همی بود که اولین بار وقتی که مریض داخل شفاخانه میشن او میخواد که یکی از چپن سفیده باید برای جلسه زندگی بکنه، حداقل استتوسکوپ بالای سینش بانه، حداقل فشارش ببینه، حداقل دستش سر پیشانیش بانه. این مشکل بود که یکی از اولویات های وزارت صحت عامه بود که خوشبختانه ما در چندین شفاخانه بخش های عاجل را افتتاح کردیم و او فعال است و او فعالیت میکنه. مثلا شفاخانه عاجل ابن سینا، شفاخانه وزیر اکبر خان، شفاخانه صحت، تفل جمله شفاخانه هایی هست که بخش عاجل در اینجا فعال شد. دوم مثلا همی بود که وقتی که در عاجل اونجا رفت خدمات عاجل برش تدابیر گرفته شد، این باید به رفع بستر انتقال کنه یا ای که اونمو خدمات عاجل که شد این باید پس دوباره رخصت شود. وقتی که بستر مراجعه می کرد باز اونجا خدمات بیشتر دیگر را کار داشت که مثلا آی سی یو بود که اونجا باید یک خدمات مراقبت های جدی بسیار برزی باید ضرور بود که این هم خوشبختانه در دیگر شفاخانه ما جور شد و در شفاخانه وزیر اکبر خان و مشکل شفاخانه صحت طفل. این شفاخانه آی سی یو داره که اگر مریض بسیار وخیم باشه که پس در اونجا مراقبت میشه، ولی متاسفانه تعداد مرگ و میر بلند است. چرا تعداد مرگ و میر شفاخانه بلند است؟ به چندین دلیل دیگه بحث شد در تلویزیون هم برآمد. معمولا در شفاخانه مرکز بود در 10 شفاخانه که داریم، البته بخش های اختصاصی است، آنتونیز بخش نسای ولادی است، بخش اطفال است و بخش بزرگ خلاص متفاوت است. یکی از دلایلش همین است که بسیار با تاخیر مریض مراجعه میکنه. خوب تلاش خود در سطح ولسوالی اول میکنه، بازی مریض جور نمیشه، باز میاد سطح قریه، در سطح ولایت، سطح ولایت در اونجا هم تلاش میکنه که خب این سیستم از باید هم اتر باشه، ایتنه میتونه که از یک قریه مستقیم در کابل بیاید. اونا هم تلاش خود هم میکنه، باز میاد مرکز. یکی از علت از این که در شفا یا دیگه دی شفاخانه خاصا به شفاخانه صحت طفل کجا مرگ میر بلند میره، علت شمی است که در آخرین مراحل در اونجا میرسه مریضا، در مراحل ابتدایی نمیه. و این هم قبول کنیم که یکی از مرگ میر که هنوز میگم در کشورها بلند است، یعنی مسائل است که مسائل انتان هست، مسائل تاخیر هست، مسائل مشکل در تشخیص هست، مسائل عدم موجودیت بستر هست، مسائل مثلا در شهر کابل شما گفتین 6 میلیون مثلا نفوس وجود داره، شفاخانه‌ای که در سطح کابل است که او هم از کابل از ولایت‌ها مراجعه میکنه، هم برای کابلیا ارزی خدمات میکنه، کافی نیست. دقیقاً یکی از مشکلات هست که نکته دیگه که
آقای زمینیت است که در برنامه بس کنیم است که چالش هایی که وزارت صد داره، بدون شک که ما شما ببینیم که جامعه ما شما جامعه افغانی است و جامعه است که ما ببینیم که مشکلات بسیار زیاد است، خصوصا جامعه ما عملا جنگ جریان داره در کشور، مشکلات گوناگون از بخش های مختلفیه که مشکلات بدون شک وزارت صد هم چالش داره که این گوش گپی که ما میزنیم یا وزارت صد میزنه یا می میدیا رسانه ها میزنه باید به صدای از این مردم توسط شما و کسایی که در سطح نخست هر وزارت قرار دارد به گوش بزرگا رسانده شود، کسایی که در افغانستان مدیریت میکنه یا فرد نخست کشور است. این اگر بگوین که چالش هایی که وزارت صد وجود داره کدام چالش هاست، در کدام بخش هاست؟ صحت عامه یکی از بخش‌های بسیار مهم امی رکن اساسی حکومت است که سکتورهای مختلف، پدیده‌های مختلف برای صحت هم تاثیر مثبت دارد، همچنین پدیده‌های مختلف برای صحت تاثیر منفی دارد. اگر ما ببینیم به طور مثال امی زغال که در زمستان‌ها سوختانده میشه، اگر این زغال سوختانده نشه و یک سیستم دیگه برای جور شود که این سیستم امی دود زغال نبره، مستقیم تاثیر میکنه سر صحت. اگر امید هم شهری های ما که مثلا میره بوتل آب میخوره، بوتل او طرف مندازه، باز این میره صحیح به اصطلاح او و زبالدانی ها نمیره، صحیح به اصطلاح عریق نمیشه، صحیح از بین برده نمیشه، این تاثیر میکنه سر صحت. یک ترکاری فروشی که ترکاری میفروشه اگر او دقت نکنه با تاثیر میکنه بالای صحت. البته که چالش های صحت به طور مثال یکی از چالش های صحت مسائل امنیت است. دو مسئله جغرافی است که بسیار جغرافی های پیچیده و بور افتاده ما داره، متاسفانه رسیدگی که درش بسیار مشکل است. مسئله مهمش مسئله منابع پولی است. ما در سال 2016 یا سال 1395 قرار بود که تلاش کردیم که این فیصدی تخصیص پول برای وزارت صحت عامه بلند برود. سازمان صحی جهان میگه که در کشورهای مانند افغانستان با 10% بودجه کلیش باید صحت باشه، اما این چیزی در حدود 6 کمتر از 6% بود. ما وقت با بسیار تلاش کردیم، چون عواید حکومت ما پایان است، ضعیف است، بنان مجبور است که حکومت با اساس عواید خود تخصیص بده که پوله. چی کار کردن؟ امسال سال 96 این در کمتر از 4% رسید. در قریه و قصبات و ولسوالی هایی که ما ارزی خدمات را میکنیم و از طریق مسئول ارزی خدمات میکنم وزارت صحت عامه، برای حد اوسط برای یک افغان $5 تخصیص داده شده برای یک سال. یعنی برای یک سالی $5 برای یک افغان در کجا برسه؟ ای ماش دکتر شوه، ای دوا شوه، ای در بخش تغذی شوه، ای در بخش صحت طفل شوه، صحت مادر شوه. یعنی به این معناست که کمترین هزینه است برای اینا. این ظرفیت های وجود داره میشه که جناب مهندس معذرت که وقت در برنامه خلاص است، دوستای ما اشاره داره که وقتتان خلاص شده، صحبت های ما بسیار زیاد هست، میخواستیم به این زیاد صحبت کنیم، متاسفانه که هر چی که در مشکل ما حل شد تا حد در با مردم ما دوستای ما، میخیم آخر یک کوتاه گپ شما رو بگیریم که ما میبینیم که دستاوردهای شما وزارت صحت دستاورد داشته، دستاوردهایتون هم که میشه کوتاه یک مرور کنیم که در کدام بخش ها دستاوردهای چشمگیر بوده بدون شک بوده، میشه که یک اشاره داشته باشیم. به طور مثال دسترسی، یکی از مشکلات مردم افغانستان دسترسی از این خدمات سی بود که ما تنها در سال 2016 و یک قسمت کمش در سال 2016 حدود 400 مرکز صحی را ما ایجاد کردیم در سطح کشور کی میتونه فوق العاده سر دسترسی کمک کنه. و میشه که در سطح پالیسی و استراتژی که شما پیشتر بحث کردیم، مسائل پرداخت فیس است، مسائل بیمه صحی است، مسائل ایجاد شورای طبی هست، این مسائل هم میتونه مثلا ایجاد شفاخانه های زون است، ایجاد شفاخانه های ولایتی است. ما حدود 200 پروژه مختلف در بخش صحت ما داریم به شفاخانه ولایتی. ما امسال قرار است که 2-3 شفاخانه ولایتی را سنگ تعداد بشه بگذاریم، و میشه که در شفاخانه سمنگان گذاشتیم، قرار است که در شفاخانه جوزجان سنگ ولایتی را بگذاریم. حدود 10 پروژه دیگه ما که اونا تقریبا در حال تکمیل است، اونا به بهره برداری سپرده شد. قرار است که شفاخانه قندهار، یکی از شفاخانه های بزرگ افغانستان است، او و اصطلاح جدن افتاد، شفاخانه بامیان، شفاخانه ولایتی بامیان که از جمله در سطح منطقه اگر بگویم از جمله شفاخانه های بسیار مدرن و لوکس و استاندارد است که سال گذشته افتاد. این همه دستاوردهایی هست که مردم افغانستان شاهد است، ولی اینا میگم که هنوز کافی نیست برای مردم افغانستان. مشکل سی مشکل جدی است، هر چیزی میتونه اعاده بکنه، هر چیزی اعاده میشه، اما
وقتی که فوت کرد انسان دوباره صحت چیز حیاتش دوباره یاره نمیشه. به خاطر بسیار زیاد مهم است. ما متعهد هستیم که برای مردم افغانستان خدمت کنیم. تشکر شما. تشکر شما. تشکر می کنم شما جناب امیر کلاس کردین و برنامه ویژه با تایوان شرکت کردین و از صحبت های شما ان شاء الله ما استفاده کردیم و دوستای ما که بیننده هستن حالا ببینن برنامه را ان شاء الله استفاده کرده باشه. به امید از اینکه ما و شما مشکلاتی که در بخش های مختلف وجود داره در بخش سطح وجود داره مشکلات ما رفع شود. تشکر شما. دوستای عزیزی بود برنامه ویژه که با جناب معین سیبردی خدمات صحی بس داشتیم. نکات های بسیار مهم بود. بدون شک که وزارت صحت کارهای خوب و بهتر به بهتر ارزی خدمات صحی نموده است و ما شما دست به دست بتیم پالوی وزارت صحت هم کارهایی که در بخش تبلیغات صحی است تا بتونه مشکلات مردم در بخش صحت کم بکنیم. این دین ما هست که در بالای دولت باید استادگی کنیم تا مشکلات صحی ما در کشور کم شود. تا برنامه دیگر بدرود.